دوستان عزیز، درود به شما باشه. به ویدیو سوم از مبحث میدین خوش اومدید. صفحه 205 هستید، کتاب اونیزیشر درایو. من سعید همراه شما هستم، تنها نیستید اینجا، منم با اتون هستم. اینجا میخوام بریم سراغ آودیو ویزوئل میدین. آودیو ویزوئل یعنی چی؟ سیما بینا، نه صدا و سیما. آودیو یعنی صدا، ویزوئل یعنی دیدن، سیما بینا هم اسم خوبیه براش. نه مثل صدا و سیما میشه تقریبا اونجوری ما رو ترجمهش بکنیم. اوکی، آودیو ویزوئل میدین هابن دن فورتایل داس من اینفورماسیونن گلایچزایتیگ دورچ زین و هورن آفنیمن کان. خب اینها این مزیت رو دارن، وسایل ارتباط عمومی صوتی و تصویری این مزیت رو دارند که اطلاعات رو میتونن همزمان به وسیله دیدن و شنیدن آدم میتونه این اطلاعات رو جذب بکنه. آودیو ویزوئل دنبال اسم فارسیش میگردم یادم نمیاد، سمعی بصری یه فارسی هم داره حتما، صدا سیمایی نه نمیدونم. اگه یادتون افتاد سمعی بصری به فارسی چی میشه لطفا واسه من بنویسید، خیلی عربی هست، حتما فارسی هم داریم، شنوایی دیداری اگر. اوکی، چی هستش آودیو ویزوئل؟ آودیو ویزوئل یعنی هربار، اون زیختبار بزنگزوائزه اکوستیش، اون اپتیش و ورکسم. ازو Optik ist visuell, akustisch ist, ist eben durch Hören möglich, hörbar. In einem mischen Meinisch, wo soll ich ihn bemühen, in einem Latine fangen kann. Optisch und akustisch wird Latin Bosche. Hörbar und sichtbar ist Deutsch. Audio und visuell, das ist auch entweder Griechisch oder Latein. اوکی، جمله‌ای که ما عوض می‌کنیم میگیم آودیو ویزوئل میدین، جمله کتاب اینجوری میگه مثلا آودیو ویزوئل میدین هابن دن فورزوگ، فورتال می فورزوگ داس مان دی اینفورماسیون سوول اپتیش آلس اوخ اکوستیش فرورتن کان. also verwerten das heißt benutzen. hier sprechen sie von aufnehmen, wir sagen verwerten, wiedergeben. also wir nehmen es auf und geben es ja wieder weiter. Bearbeiten das, verwerten als sie es auch bearbeiten. Okay, was sind die audiovisuellen Medien? Die Definition heißt es, alle Medien, die auditiv und visuell, oh mein Gott, nochmal, alle Medien, die auditiven und visuellen Sinnesorgane, das heißt Ohren und Augen, gleichzeitig ansprechen, werden als audiovisuelle Medien bezeichnet. Das ist schon wieder ein schweres Deutsch. Also so spricht kein Mensch eigentlich. Aber so ist es eben die Definition. تمام وسایل ارتباط عمومی که شنیداری و دیداری ببخشید به تمام oh my god زینس ارگانه حواس حسی از جزء حواس پنجگانه. زینس ارگانه زین دی فنف ارگانه از حواس پنجگانه هست. دی زوی زینس ارگانه وردن انگشبرخن اودیتیوه و ویزوئله زینس ارگانه داس هست اورن و اوگن وردن گلیشزایتیگ انگشبرخن همراه با هم به شرطی آدم گوش و چشم داشته باشه نداشته باشه که هیچ وردن از اودیویزوئله میدین بزایشنن به اینا میگن اودیویزوئله میدین. Was sind die klassischen audiovisuellen Medien? Das sind zu den klassischen audiovisuellen Medien werden Schallplatten, Saphegrammophon, Tonbänder, Tonband und Kassette da. Nein, Kassetten ist es. Und aber noch wurde ich gekriegt, Filme, مثلا جاسوسی هستش، فیلم های قدیمی سیاه‌سفید که یه دونه نوار خیلی بلندی بودش که دور هم میچرخیدن، خلاصه تون بند بود. قبل از اینکه کاست رکوردر بیاد فقط تون بند وجود داشت و
باید برید نگاه کنید، اسم فارسیش رو نمیدونم، یادم رفته. کست نوار ضبط صوت هستش. تون بیلدر رایر. تون بیلدر رایر، این هم از این اسمای عجیب غریب آلمانی، یا تون بیلد شاو. از تون بیلد رایر یعنی که یک سلسله مراتبی از فیلم هایی که صد هم عکس دارن هم صدا دارن، یعنی فیلم سینمایی در واقع، یا فیلمی که با پروژکتور نشون داده میشه. و تون بیلد شاو یعنی سلاید، سلایدی که اونم خلاصه باید صدا همراهش باشه دیگه، فرض مثلا تو تلویزیون نشون داده میشه. شول فونگ. شول فونگ این هستش که تو خیلی مدارس حالا یا روزنامه مدرسه وجود داره، یا اینکه با بلندگوی چیزای اعلام میکنن، اینا هم بهش میگن آدیو ویژوال میدیم هستش، یا تلویزیون مدرسه هستش. اگه مدرسه تلویزیون مدار بسته داره، اینا بهش میگن شول فونگ. یا شول فرنسین یا زوویزو. 8 میلیمتر فیلمه، فیلم های 8 میلیمتر قدیمی هستش، فیلم های 16 میلیمتر، 6 میلیمتر فیلمه. فرنسین ویدیو و سیدیز گرهنه. دست هیست الاس 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 زمان هیست آودو ویزیویل میدیه. نوحمر دیبه فرانده، اصلا کین منش spricht das so. Ich wollte nur, dass ihr das seht, wie pervers deutsche Sprache sein kann. Also solche komische Wörter tun, Bilderei, das ist echt, das ist noch schlimmer als Beamtendeutsch. میخوان آلمانی سخت و قلوم به صحبت کنم، واقعا شکنجه آور. ولی خب بشنوید و بگذرید ازش، اینا را نباید من یاد بگیرید. دوستان مواظب خودتون باشین، تا ویدیو بعدی روزتون بخیر باشه.